بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هموطنان عزیز، امیدوار هستم هر جایی کره خاکی که هستین جور و سعادتمند و سرحال و تکله و تیار باشین و از گزند حوادث و ناملایمات روزگار در پناه اقدس الهی باشین. محمد مختار عمر هستم در برنامه دم با مختار عمر، البته با اولین قسمتی از برنامه دم با مختار عمر در خدمت شما عزیزان قرار دارم. این قسمت از برنامه زیادتر تاکیدمو روی محتویات برنامه است. چرا ما این برنامه را ساختیم، به خاطر چی ساختیم و چی موضوعات شاملی برنامه است، به می خاطر آمدیم قبل از اینکه برنامه اصلی را خدمت شما عزیزان به نشر برسانیم، خواستیم که از طریق می برنامه بیایم و کمی در رابطه با این برنامه و مقدمه کوتاهی صورت بگیره تا شما عزیزان یک پس منظر داشته باشین که چرا این برنامه ساخته شده. دفعتاً برنامه اول اگه خدمت شما عزیزان ارائه می کردیم، شاید سوالات در ذهن شما عزیزان میگشت که گویا باید ما تا جایی که میتونم در این برنامه براتون شما پاسخهایش میگم و میریم باز سراغ برنامه اول ما که چی است، روی کدام موضوعات است، انشاءالله در رابطه با ازو بعداً صحبت میکنم. هدف ایجاد از برنامه دمی با مختار عمر، البته باید یادآور شم خدمت شما عزیزا که در بزرگ شهر تورنتوی کانادا و در شهرهای مختلف کانادا اشخاص فرهنگی مختلف وجود دارن، قبل از ما آمدن یا بعد از ما آمدن، و در اینجا سالیان متمادی است که در خدمت هموطنان عزیز ما هستن، چی از طریق رسانه های چاپی و چی از طریق رسانه های تصویری و یا صوتی. و این خلاصه نمیشه به اینجا هموطنان عزیز ما از تکنولوژی جدید و همچنان از پلتفرم‌های جدیدی که مثل تیک تاک است، مثل یوتیوب است و فیسبوک و تویتر است، از این هم استفاده مثمر میکنن و از اون طریق هم در خدمت هموطنان عزیز ما هستن که این نباید آدم نادیده بگیره. در این شهر تورنتوی ما همچنان رسانه‌های چاپی وجود داره، رسانه های تصویری وجود داره و اشخاص و افراد مختلف در گوشه و کنار بزرگ شهر تورنتو در خدمت هموطنان عزیز ما هستن و اونا هم فعالیت های خود دارن. ایجاد این برنامه را باید بر شما بگیم که این برنامه یک کم متفاوت تر نسبت به برنامه های دیگه هست. ما پهلوی زندگی شخصی اشخاص خبره و کسایی که در بزرگ شهر تورنتو و در شهرهای دیگه کانادا زندگی میکنن، چی نویسنده هستن، هنرپیشه هستن، آوازخوان هستن، شاعر هستن، تجارت پیشه هستن، صاحب کسب و کار هستن، یک آدم با مسلک هستن و چی کسایی که تازه وارد به کانادا هستن، از اینا هم خواهیم شنفت. باید یادآور شم که حمایت و پشتیبانی اشخاص بزرگ فرهنگی شهر تورنتو هم با ما هست و تشکر میکنم از حضور کلشان و از همه عزیزایی که در برای من خیلی تشویق کردن که این برنامه را بسازم و خصوصا جناب محترم محمود باهر فرمولی و همچنان محترم نصیر خالد که خیلی مرا تشویق میکردن و در قسمت برنامه همراه ما همکاری میکنن. و یک گپ دیگر هم باید بر شما بگیم که چینل یوتیوب مختار عمر را سابسکرایب بکنین، لایک کنین و با دوستایتان ویدیو را شریک بسازین و همچنان این ویدیو و این برنامه نه تنها از طریق چینل یوتیوب ما بلکه از طریق تلویزیون جهانی امید 24 به رهبری محترم نصیر خالد هم خدمت شما عزیزان پخش و نشر میشه و شما از اونجا هم میتونین که برنامه ما را ببینین. البته تعداد کثیری از هموطنان ما در شهرهای مختلف دنیا مصروف برنامه سازی هستن که اونا هم باید سهم خود ادا بکنن در قسمت تنویر از خانه آمه و ما هم از جمع از اون کسا هستم که میخوایم که از طریق این برنامه کوچک خود در خدمت شما عزیزا باشم و ناگفته هایی که وجود داره اونا را برای شما عزیزان برسانم. کوشش میکنم زیاد که چیزای خوب برای گفتن برای شما عزیزا داشته باشم. شما میتونین که با نظریاتتان، با انتقادات سالمتان، با پیشنهادات مقبولتان مرا همکاری کنین تا
بهتر و بهتر و خوبتر از این برنامه در خدمت شما عزیزان قرار بگیرم. شما میتونین با صفحه فیسبوک ما سر بزنین و در پای امین ویدیو کامنت های زیبایتان بانین و انشاءالله که ما در خدمت شما عزیزان هستم و در جهت بهبودی هرچی بیشتر و بهتر و خوبتر این برنامه انشاءالله کار میکنیم و حمایت شما را خواهان هستم. اگر عزیزای ما علاقمند هستند سهم در برنامه ما داشته باشند در هر گوشه که شهر تورنتو هستند با ما تماس بگیرند، انشاءالله ما در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. و این کوچک معلومات در رابطه با برنامه دم با مستار عمر بود و در هفته آینده منتظر یک میمان بسیار خاص و خوب ما باشین که انشاءالله در خدمت شما عزیزان خواهد بودن و او میمان عزیز و دوست داشتنی ما محترم محمود باهر فرمولی هستند که انشاءالله در خدمت شما عزیزان هستند و سوالات ما را پاسخ میگن و چی گفتنی هایی که ندارن. با ما یک جا باشین، برنامه هفته بعدی را تعقیب بکنین، نظریات، پیشنهادات و انتقادات سلامتان با ما شریک بسازین. یادتان نره که چینل را سابسکرایب بکنین و ویدیو را با عزیزایتان شریک بسازین. روز روزگارتان خوش، اوقاتتان خوش، همیشه خوش و خورم و سبز و با انرژی و همانطور خوب باشین. زنده باد، وقتتان خوش، تا دیدار بعد، خدا نگهدار.